آقای آصفی، حتما شما پیگیر جلسه پرسش پاسخ آقای خامنه ای بودین. در یک در واقع بخش از این برنامه یکی از دانشجویان در واقع منتسب به عدالت ها سوالی میکنه از آقای خامنه ای که نهادهای زیر نظر شما شفاف نیستن و سوالات زیاد یا ابهامات زیادی نسبت به فعالیت های اونها و خصوصا بحث های اقتصادی وجود داره. آقای خامنه ای پاسخ این مسئله رو ارجاع دادن به نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها و اعلام کردند که در واقع تمام اوضاع اینها مثل روز روشن هست. چرا آقای خامنه‌ای در به نظر شما در این مورد و موارد دیگری که مطرح شده و خب بارها در طول سالهای گذشته هم راجع به اینها صحبت شده هیچ وقت شفاف سازی نکردن و نخواستن ابهامات رو برطرف بکنن؟ ببینید، یه مسئله هست، اونم توی تاکتیک حکومت مداری به اصطلاح توی دولت‌های خاورمیانه‌ای شبیه ما، یه مسئله رو که موضوع و معضل روز میشه با یه مسئله دیگه با جایگزین کنید، یا اینکه اینقدر این رو اینور بندازید، کی بود ما نبود، این باد بکنید، این مسئولیت بپذیره، برید از اون رو پرسید، اونجا اون میدونه. همین قضیه ای که در تو با آمار جانباختگان جنبش آبان ماه 98 تا کنون هیچ کسی رو بار نه، یکی میگه وزیر کشور، یکی میگه پزشک قانونی باید بگه، یکی میگه باید استانداری ها بگه، یکی میگه باید دادستان ها باید بگه. این مسئله هم الان یه سوال مشخص معین پرسیده شده و این سوال ریشه در یک سری واقعیت های تلخ اقتصادی داره که الان مردم با پوست و گوشت تنشون دارن اون رو حس میکنند. وجود کرونا هم آمده، مسئله کرونا هم آمده و اون کار تخریبی که باید کامل نتوانست تحریم ها انجام بده، کرونا تقریبا داره انجام میده و انجام داده تا حدود زیادی. طبیعی است که نگاه ها از دولت مفلس آقای روحانی بر میگرده به جاهایی که ثروت های زیادی هم باشته شده، نادهای زیر نظر بیت رهبری، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و نادهای تابعی که زیاد وجود داره که نه پول آب میدن، نه پول برق میدن، نه مالیات میدن و در این حال بیلان اینها هم که مشخص نیست. ببینید، در دوره احمدی نژاد ما یک بحثی رو داشتیم در یکی از تلویزیون ها با یکی از اقتصاددان های مقیم خارج از کشور که انسان محترمی هم هست، ولی در حوزه را خب اقتصاددان های خارجی در حوزه اقتصاد سیاسی جهانی و یا حتی کشور تابعه ای که اونجا هستن واردن، اما در حوزه اقتصاد ایرانی واقعا احساس من میکنم که خیلی اون تبحر لازم رو نه ایشون بلکه سایر اقتصاددان های دیگه هم نداشتن. که کاری که آقای احمدی نژاد در دوره خودش کرد این رو به عنوان خصوصی سازی و اینکه باید به مردم سپورت تلقی میکرد، که بعد ما بهش گفتیم که همچین چیزی نیست، این بلکه مالکیتی که از طرف دولتی بوده واگذار شده به یک نهاد نظامی. مالکیت های دولتی نهایتا این همین مجلس، همین دیوان محاسبات، همین سازمان بازرسی کلی کشور به یه شکلی روش احاطه داره، اما در یه نهاد نظامی کسی نمیتونه از اونجا نسخ کشی بکنه. مسئله اینه که این نهادهایی که الان اینجا مطرحه چه نظارت مدرنی رو اینها هست، از طرف بیت رهبری هست، از طرف دفتر بیت رهبریه که این کار قانونیه، کار خلاف قانون اساسیه. همه چیزای عمومی و دولتی باید زیر نظر سازمان دیوان محاسبات باشه، زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور باشه، زیر نظر دید مجلس باشه. خب همچین چیزی نیست، لذا الان نگاه ها رفته به اون سمت و این سوال دانشجوها هم در به گونه‌ای، حالا اگر ما دانشجوها رو صادق هم بدانیم، ولی در جوابی که داده میشه در راستای همون مسئله هست که یک مسئله ای رو اینقدر اینور بنداز اونجا احاله بده و چیز باشید به قول معروف بگردانید تا مسئله هم لوس بشود، همین که یک جامعه جواب خودشو نهایتا نگیره و ایشون بگه خب من اونی که بگه من پاسخ دادم، گفتم برید از کی بپرسید، اونم بگه ما ارجاع دادیم اونجا. مثل جریان گران شدن بنزین در آبان ماه 96 بود با کمال واقعا شگفتی که یک حرف خیلی روش مضحکانه ای آقای وازی اومد گفت که
مردم اعتراض دارن، خوبه اعتراض بکنن، ولی بیان شکایت کنن، نامه بنویسن، نامه بنویسن که چرا بنزین شد مثلا شب ساعت 12 شب شد 3 برابر قیمت شد. این هم از اون حرف هست که بروید و از به مسئولین گفتم که بیان در دانشگاه مطرح بشه. خب کی؟ کجا؟ ساختار این گونه پرسشگری ها باید کجا باشه؟ یک سایت باز کردن و بیلان دادن و نمایش دادن در مرز، نه در منظر عمومی، این که کار ویژه‌ایه، کار سختیه این کار. بنابراین خب طبیعیه که نباید تعجب کرد که یک، اولا این سوال ریشه داره در خود وضعیت جامعه، دو، باید از زبان نیروی گفته باشه که خودیه، سه، باید جوابی هم داده باشه که به جایی هم نرسه.